همگی در هدف. آفرین آفرین آفرین. هیچ وقت صدای آمدن شما را نمی‌شنوم. شاهزاده جوان صدای آمدن مرا نمی‌شنوند زیرا سرشان پر از صداهای مهمتری است. منظورت چیست؟ چه صداهایی؟ صداهایی که از وجدان شاهزاده برمی‌خیزند و از او می‌خواهند که زمام قوم برتر خدا را در دستان قدرتمند خود بگیرد و همچون این تیرها بر هدف بنشاند. زمام قدرت قوم در دستان با کفایت و پرقدرت پدرم داوود است. اما او دیگران پادشاه مقتدر گذاشته نیست. ای بزرگ، حرمت خود را حفظ کن. شاهزاده جوان، فراموش نکنند من کسی هستم که در نبرد سرنوشت ساز داوود و جالوت در کنار پیامبر و تالوت بزرگ شرکت داشتم. من دوستدار حکومت خدا هستم. از واقعیت فرار نکنید. متاسفانه پیامبر خدا سخت بیمار است. به وقت خود او مرا به جانشینیش انتخاب خواهد کرد. مطمئنی؟ حتی با وجود سلیمان؟ سلیمان؟ او برادر کوچک من است. اما همیشه او در کنار پدرت است، سایه به سایه. در مورد معبد هم که پدرت طرح او را پذیرفت. مقام فرمانروایی احتیاج به نشان دادن لیاقت دارد، چیزی که در تو فراوان است. چرا میخواهی به من کمک کنی؟ واضح است برای اینکه آینده این قوم و حکومتی که برایش جنگیده ام برایم مهم است. اینکه در دست فرمان روای واقعیش قرار بگیرد یا نه. حال من باید چه بکنم؟ کارها را به من بسپار. باید محبوب قلوب مردم شوی فرزند. شدم به خاک سیاه نشستم. ای وای بر من. ای مردم اورشلیم، به من کمک کنید. بدبخت شدم. آخرین چه شهری است؟ راه زنان تمام اموالم را برده. کجاست امنیت اورشلیم؟ آیا کسی نیست که حق مردم را از این حرامیان بگیرد؟ اینجا چه خبر است؟ آریو شاهزاده آدونیس، خدایا شکر آدونیای دلاور و بزرگ. چه شده ای مردم اورشلیم؟ چرا هراسانید؟ ای شاهزاده بزرگ، من برای تجارت با دار و ندارم به اورشلیم می آمدم که در نزدیکی اینجا راهزنان همه چیزم را به غارت بردند. عجب، چه این تو؟ ای پسر بزرگ فرمان روا داوود، گویا اورشلیم دیگر چون گذشته ها امن نیست. ما را یاری کن و امنیت را به آن باز گردان. مطمئن باش ای مرد، امنیت به این شهر و اموالت به تو باز خواهند گشت. درود بر آدونیا، درود بر آدونیا شاهزاده مهرور ما. ای مردم، همینک من به همراه جنگاورانم به سوی راه زنان خواهم رفت و مطمئن باشید که کسی از چنگ عدالت من نمیتواند بگریزد. درود بر آدونیا، درود بر شاهزاده، درود بر آدونیا شاهزاده محبوب ما. برادریا، ای مردم،
ای مردم اورشلیم، همگان شنیده ایم که فرمان روا داوود در بستر بیماری است، اما من میگویم چه باک از این که داوود بزرگ از نزد ما برود، چرا که فرمان روای همچون آدونیا را نزد ما از خود به یادگار خواهد گذاشت. داوود زره آهن را برای من آورد و آدونیای بزرگ سکه های طلا را. درود بر آدونیا، حرکت کنید. مردم اورشلیم، این اسیران همان افرادی هستند که موجب آزار و اذیت شما اهالی شریف اورشلیم شده بودند. امروز که فرمانروا داوود به دلیل بیماری نمیتواند در بین ما حضور داشته باشد، من حکم خواهم کرد. اما حکم من حکم شماست، چرا که من تنها برای تأمین رضایت شماست که به فرمانروایی میاندیشم. پس حکم کنید با آنچه خود صلاح می دهد. زنده باد آدونیا! زنده باد آدونیا! درود بر آدونیا! دزدان را شلاق بزنید. چرا شلاق؟ اعدامشان کنید. به این شکل برای همیشه از شرشان آسوده می شویم. آری، حق با اوست. اعدامشان کنید. یک فرمان روا هیچگاه قول خود را تغییر نخواهد داد. حکم من همان است که شما می خواهید. درود بر آدونیا! اعدام؟ مگر ما چه کرده ایم؟ ای دوستان، شاهزاده انتقام مرا از شما خواهد گرفت. شما را به خدا رحم کنید، من کاری نکردم.
دست نگه دارید. سلیمان، نباید مزاحم اجرای مراسم شوند. برادر، خوب شد آمدی. بیا و کمی حکومت داری بیاموز. از دور شاهد حکومت داریت بودم، آدونیا. آیا دلایل هر دو طرف را خوب شنیده ای که حکم کردی؟ برادر کوچک من، چه دلیلی محکم تر از سخنان تاجری که از بزرگان قوم است؟ اما هر متهم حق دارد که از خود دفاع کند و من میخواهم سخن محکومان را نیز بشنوم. این مرد را باز کنید. بازش کن. سپاس شاهزاده جوان. آیا شما اموال این مرد را رو بوده اید؟ ای شاهزاده، ما آدم های بدبخت و بی چیزی هستیم. گاهی از روی گرسنگی چیزی از مزارع اطراف می دزدیم و با آن زن بچه خود را سیر می کنیم. اما قسم می خورم تا به حال این مرد را ندیدم. ای بیشرم، از خدا نمی ترسی؟ دروغ می گوید مرد که زبان دراز. او ادعا می کند کاروانش را غارت کرده ایم، اما چطور است که چند روز حتی لقمه ای نان نخورده ایم؟ شاهد داری؟ شاهد آدم های بدبختی مثل ما فقط خداست. ای تاجر، تو چه؟ تو شاهد داری؟ شاهد؟ شاهد برای چه؟ به هر حال کاروان بزرگت را به تنهایی که نمی بردی، حتما همراهت کسی بود؟ بله، من شاهدانی دارم. شاهدانت را بیاور. بله، اطاعت. اگر حرف این تاجر اثبات شود، به خاطر دزدی شلاق خواهی خورد، و اگر ثابت شود که تو راست نگفتی، وای به حالت، فریبکاری سزای بدی دارد. ما برای تماشای اعدام جمع شده ایم، پس چه شد؟ ای مردم، چگونه به مرگ کسی که هنوز جرمش اثبات نشده رأی می دهید؟ آیا این خلاف شرع موسی نیست؟ اگر عمل دزدی این فرد اثبات شود، حکم آن در دین مشخص است و در هر حال اعدام نیست. آیا به جای آن که از مرگ برادری غمگین باشید و بیاندیشید، صحنه اعدام را به جشن و تفریح بدل کرده اید؟ آیا از خشم خداوند نمی ترسید و از حضور شرم ندارید؟ بس کن سلیمان، زیاد روی می کنی. بس کن. آیا حرفی به ناحق می زنم؟ سرانجام حقیقت امر نزد پدرمان آشکار خواهد شد. حق همان بود که من گفتم. سخن پیامبر خدا مشخص می کند. این مردم را نگاه کن، همه آنان حرف مرا تصدیق می کنند. اگر تمام دنیا هم به ناحق تصدیق کنند، من در مقابلشان نیستم. کدام ناحق؟ این افراد به هر حال مشتی دزد و راه زنند، چه فرقی می کند؟ آدونیا، هر خطایی حکمی دارد. به خاطر ترس از نارضایتی خلق خدا نمی توان فرمان خدا را زیر پا گذاشت. من از کسی نمی ترسم، اما نمی خواهم منفور مردم شوم. آن که منفور خدا شود، منفور خلق او نیز خواهد شد. خودم حکم را اجرا خواهم کرد. مردم نگاهت می کنند، بگذار حکم را اجرا کنم. خداوند نیز ناظر توست برادر. دنیا، به خاطر محبوبیت و مصلحت دنیا عدالت را پایمال نکن. چه میگویند اینها؟ این کارت را هرگز فراموش نمی کنم. حکم داوود نیز همچون فرمان روای آینده ما آدونیا خواهد بود. درود بر آدونیا، درود بر آدونیای بزرگ، درود بر شاهزاده آدونیای بزرگ.
سپاس ما بر تو ای سلیمان شاهزاده جوان مرد عادل. پیامبر خدا، در خدمتم. کاری با تو دارم. بله پیامبر خدا. بزرگان قوم را حاضر کن، سخنی دارم. اطاعت می شود پیامبر. ای بزرگان، شما را به اینجا فراخواندم تا مسئله مهمی را برایتان بازگو کنم. و ما در اینجا در حضور شما هستیم تا به فرمایشاتتان گوش فرادهیم. همون گونه که میبینید ضعف پیری بر من غلبه کرده و من نیز به زودی راهی را خواهم رفت که عاقبت همه میروند. معمولا حکم پادشاهی بر این است که یکی از پسران خود را بر تخت پادشاهی بنشاند و البته پسر بزرگ را. اما حکومت الهی حکومتی متفاوت است و جانشین را در آن خداوند مشخص می کند، نه فرمان روا. ارزش انسان نزد خدا فقط میزان ایمان، عقل و شجاعت است و نه چیز دیگر، نه نژاد، نه ثروت و تا فرزند یک پیامبر بودن. پس من نیز به درگاه خداوند دست به دعا بردم تا تکلیف را بر من مشخص کند و این چنین شد. خداوند سلیمان را به جانشینی من انتخاب کرد. اوست فرمانروای آینده بنی اسرائیل. ساکت باش. چگونه ساکت باشم؟ تو خودت میدانی که من سلیمان را دوست دارم، اما به عنوان برادر کوچکتر، نه فرمان روا. حکومت باید از آن من باشد. افسوس که نبرد قدیمی قابیل را با هابیل پایانی نیست. پسرم و دنیا، گویا تو متوجه نیستی. پروردگار خود جانشین مرا انتخاب کرده است. خداوند عین عقل است و عقل میگوید که پسر ارشد تو، فرمانده لشکرت و قوی ترین مرد بنی اسرائیل باید فرمان روا شود. تا عقل را چه بدانیم آدونیا؟ عقل یعنی بزرگان، یعنی سپاهیان، یعنی مردم. آنها هستند که با حمایت خود میتوانند به حکومت یک فرمان روا مشروعیت بدهند، نه صداهایی که به گوش پیرمردی بیمار در اوهام خود میرسند. ساکت باش. چه میگویی آدونیا؟ شما دو تن ذهن خسته و بیمار پدرم را به سوی خود کشندید. اگر نه پدرم مرا بیش از همه دوست میداشت، اما بدانید که سرانجام حق به حق دار خواهد رسید. آدونیا فرزندم، چه میگویی؟ همیشه همینطور است. حتی فرزند پیامبر بودن نیز تضمینی بر گمراه نشدن انسان نیست. ای سلیمان فرمان روای بزرگ، بگذار من اولین کسی باشم که به تو تبریک میگوید. من نیز همچون پدر مرحومم شارون با مال و جان در خدمت حکومت خدا خواهم بود.
چه شده؟ طبیبان رو خبر کنید. جز با یاد خدا تسکین نمی‌یابد. اکنون حال نوح را در می‌یابد.